The question is, the question is, the radical left, will you shut up, man? دوئل پرتنش دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ و بایدن در نخستین مناظره رو در روی هم قرار گرفتند. شیخ نواف احمد الجابر الصباح امیراً لدولة الكويت. معرفی ولیعهد کویت به عنوان امیر جدید این کشور. کویت بعد از شیخ صباح به کدام سو می رود؟ محمل بدان و نگاهی به موسیقی جنگ در 40مین سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. کارزار انتخاباتی در آمریکا با مناظره تلویزیونی دو رقیب اصلی وارد مرحله جدیدی شد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه و رئیس جمهوری فعلی رویاروی رقیبش جو بایدن از حزب دموکرات قرار گرفت. در مناظره تند و طوفانی که 1.5 ساعت طول کشید و موضوعات متعددی در آن مطرح شد. از عملکرد آقای ترامپ در برابر شیوع کرونا تا اقتصاد آمریکا و نظام بهداشت و درمان. آنها با الفاظ تند و تیزی همدیگر را خطاب قرار دادند و بارها حرف یکدیگر را قطع کردند. جزئیات بیشتر از هادی نیلی. تا اینجای فصل انتخاباتی آمریکا این مهمترین لحظه کارزارهای دو نامزد اصلی بود که بی واسطه رو در روی هم ایستادند، یا شاید درست‌تر باشد بگوییم پنجه به پنجه هم. 1.5 ساعت مناظره پرتنش که از همان نخستین دقایق متشنج شد. اینجا نیومدم که دروغهاش رو معلوم کنم. همه میدونن این دروغگوه. فقط میخوام مطمئن بشم که تو دروغ میگی. توی کلاست آخر شدی، اول نشدی. آقای رئیس جمهور، میشه بذاری طرفش رو تموم کنه؟ نمیدونه چی کار کنه. سراغ آدم اشتباهی اومدی در شب اشتباهی و در یک زمان اشتباهی. مسئله اینه که همین الان چپ ها رو از دست داد. کسی میدونه این دلغه چی کار میکنه؟ میشه خفشی؟ دو نامزد به خصوص دونالد ترامپ چند برابر آنقدر در حرف همدیگر پریدند که مجری کارکشته فاکس نیوز بارها ناچار شد صدایش را بلند کند تا بلکه بتواند نظم جلسه را حفظ کند، که ناکام بود. فکر کنم خدمت بهتری به کشور شده باشه اگه به هر دو نفر اجازه بدیم حرف بزنن با قطع شدنهای کمتر. از شما درخواست میکنم آقا. اون هم همینطور؟ خب راست، شما بیشتر حرفیشون رو قطع کردید. باشه، ولی اون هم خیلی قطع کرد. نه، کمتر از شما. دونالد ترامپ یک جا گفت که در واقع دارد با مجری مناظره میکند. رئیس جمهوری آمریکا تلاش میکرد از عملکرد اقتصادیش دفاع کند. مسئله ای که نزد افکار عمومی آمریکا برایش یک نقطه مثبت است. وقتی بازار سهام بالا بره، این یعنی شغل، یعنی صندوق بازنشستگی. اگر تو یه روزی رئیس جمهور بشی، با فکرهات میخوای قانون مالیاتی من رو منحل کنی. در اون صورت بازار خراب میشه. نصف شرکت‌ها که ریختند اینجا میذارن میرن. و خیلی دیگه از شرکت‌ها میرن جاهای دیگه. بعد از ماه‌ها اعتراض‌های گسترده به برخوردهای نژادی و ناآرامی و خشونت در برخی شهرها، این مسئله هم در مناظره مطرح بود. یه بی‌عدالتی سازمانی در این کشور هست، در آموزش، در اشتغال و در نیروی انتظامی و نحوه اعمال قانون. ولی ببینید، اکثریت بزرگی از مامورای پلیس مردا و زنای خوب، شریف و محترمی هستند. جونشون رو هر روز برای مراقبت از ما به خطر میندازن. ولی آدم‌های بد هم هستن و باید ازشون حساب کشیده بشه. حرف به گروه‌های نژادپرست که کشید، با وجود پرسش مکرر مجری مناظره، دونالد ترامپ باز هم از محکوم کردن صریح چنین گروه‌هایی تفره رفت. من میگم تقریبا هر چی که میبینم از چپ افراطیه، نه از راست افراطی. خب چی میگی؟ حاضرم هر کاری بکنم. میخوام آرامش باشه. پس انجام بدید. آره، بگو. میخواید بهشون چی بگم؟ یه اسم بده، یه اسم بده، زود باش. معتقدان به برتری سفیدها و شبه نظامیهای دست راستی. روح پراد بویز، عقب بایستید و منتظر بمونید. ولی بهتون میگم چی؟ یکی باید یه کاری درباره آنتیفا و چپها بکنه، چون این مشکل از راست افراطی نیست. طبق نظرسنجی‌ها فقط چند درصد گفته بودند این مناظره ممکن است بر نظرشان تأثیر بگذارد. با این حال ده‌ها میلیون نفر آن را تماشا کردند و چه بسا که از نظر شمار بینندگان رکورد هم شکسته باشد. تا اینجا در نظرسنجی‌ها جو بایدن از دونالد ترامپ وضعیت بهتری داشته. رئیس جمهور آمریکا در این مناظره هم باز حاضر نشد بگوید نتیجه انتخابات را می‌پذیرد، آرای پستی را زیر سوال برد
و گفت حتی ممکن است تا ماه‌ها بعد از انتخابات نتیجه معلوم نشود. ولی رقیبش جو بایدن از رای دهندگانش خواست که امیدوار بمانند. حاضر بشید و رای بدید. شما نتیجه این انتخابات رو معلوم می‌کنید. رای بدید، رای بدید، رای بدید. اگه میتونید در ایالتتون رای زود هنگام بدید. اگه میتونید حضوری رای بدید. هر طور که براتون بهتره رای بدید. چون این نمیتونه نظر شما نتیجه این انتخابات رو تعیین کنه. مناظره همچنان در فضای متشنج و پاره پاره‌ای پایان گرفت. شاید تجسم وضعیتی که رای دهندگان آمریکایی با آن مواجهند. جهان سیاسی دو قطبی، دو نفر که درباره هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز نقطه اشتراکی نشان نمی‌دهند و حتی اعمال توافق‌های قبلی درباره زمان صحبت کردنشان هم کار پرچالشی است. هواداران هر یک نامزد خودشان را پیروز می‌بینند. از جمله در یک مهمانی هواداران دونالد ترامپ در شهر کیتی، ایالت تگزاس. ترامپ بایدن رو پاره پوره کرد. بایدن اصلا نمی‌فهمید چی داره میگه. بعد اون به رئیس جمهورمون چند دفعه میگه ساکت. مسخره است. و اینجا در پایتخت آمریکا که اغلب اهالی شهر حامی دموکرات‌ها و نامزد این حزب جو بایدن هستند. من میگم بایدن تونست به خودش مسلط بمونه. خیلی بهتر از ترامپ. ولی به نظرم هر دو نامزد میتونستن بهتر از این عمل کنن. دو مناظره دیگر بین دو نامزد اصلی انتخابات باقی مانده و یک مناظره هم بین همپاهای انتخاباتیشان که در صورت پیروزی معاون رئیس جمهور میشوند. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. امیر کویت شیخ صباح احمد صباح در سن 91 سالگی درگذشت. او بیش از 14 سال زمامداری این امیرنشین را در حاشیه خلیج فارس به عهده داشت و پنجمین امیر کویت پس از استقلال این کشور از بریتانیا بود. شیخ صباح حدود 3 ماه در بیمارستانی در آمریکا بستری بود. مرداد فرهمن نگاهی دارد به کارنامه سیاسی شیخ صباح. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. خبری که وزیر دربار شخصا در تلویزیون قرائت کرد غیر منتظره نبود. دو ماه و نیم پیش که امیر برای درمان به آمریکا رفت، امید چندانی به بازگشت او نمی رفت. شیخ صباح به پیر دیپلمات های عرب معروف بود. اندک مدتی پس از آنکه کویت از بریتانیا مستقل شد، سکان وزارت امور خارجه این امیرنشین نوپا را به دست شیخ صباح دادند. او تا زمانی که خودش امیر شد، وزیر و معمار سیاست خارجی کویت بود. یعنی بیش از 4 دهه. پس از آن هم همان بنای سیاست خارجی را که پیریزی کرده بود، حفظ کرد. بنایی استوار بر محافظه‌کاری و تنش‌گریزی. شیخ صباح کشتی سیاست خارجی کویت را از طوفان‌های بزرگی گذراند. از جنگ عرب و اسرائیل گرفته تا انقلاب در ایران و جنگ ایران با عراق. در زمانی که موضوع استقلال بحرین مطرح بود، شیخ صباح مذاکره با ایران را برای دست کشیدن از بازگشت بحرین به ایران بر عهده داشت. در زمان جنگ عراق، سیاست کویت پشتیبانی عراق بود، اما شیخ صباح کوشید میانجیگری هم بکند تا اینکه کشور خودش هم به بلای صدام دچار شد. در زمانی که آمریکا بار دیگر کویت را پایگاه حمله به عراق، این بار با هدف برانداختن صدام کرد، شیخ صباح علاوه بر وزیر خارجه، نخست وزیر و عملاً اداره کننده اصلی کشور هم بود. 3 سال بعد امیر شد. در دوران زمامداری شیخ صباح، جهان عرب وارد عصر تازه‌ای شد. عصر جنگ‌های نیابتی همسایگانش و رقابت‌های منطقه‌ای. عصر القاعده و داعش و خیزش‌های عربی. شیخ صباح کوشید کشورش را از همه این تنش‌ها دور نگه دارد. وارد صف‌بندی‌ها نشود. 3 سال پیش که عربستان و امارات و بحرین قطر را محاصره اقتصادی کردند، شیخ صباح با همه مطلق‌هایی که شنید، حاضر نشد به این صف‌بندی وارد شود. در اواخر عمر هم علاقه‌ای به صفی نشان نداد که همسایگانش برای دوستی با اسرائیل بستند. شیخ صباح هنگامی که امیر کویت شد، کشوری را تحویل گرفت که در آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حاشیه خلیج فارس پیشتاز بود. امیرنشینی با مجلس قانونگذاری منتخب، احزاب سیاسی فعال با تفکرهایی از اخوان المسلمین تا بنیادگرایان سلفی، از هواداران حزب الله و ایران تا طایفه شیعیان شیخی، همگی هم قانونی و دارای نمایندگی در مجلس. آزادی بیان
بهتر از بقیه حاشیه خلیج فارس برقرار در عین حفظ بافت محافظه‌کار جامعه کویت. این وضعیت در دوران زمامداری شیخ صباح ادامه یافت، هرچند به باور منتقدانش پس رفت‌هایی داشت. با این حال شیخ صباح نام خود را در عرصه آزادی‌های سیاسی در تاریخ کویت ثبت کرد. در زمان زمامداری او که از دوران نخست وزیریش آغاز شد، زنان برای نخستین بار نماینده مجلس شدند، سپس به وزارت هم رسیدند. مهرداد فرهمند، بی بی سی. آهنگ هایی که در دوران جنگ ایران و عراق از رادیو و تلویزیون شنیده می شد، ترکیبی بود از نوحه سرایی، سرود و موسیقی حماسی و سنتی. آنها عمدتاً مضمون های مذهبی و ملی گرایانه داشتند و کارکردشان این بود که جامعه را در برابر دشمن به هیجان بیاورند. اما در این مدت هنرمندان موسیقی ایران آثاری تولید کردند که در یاد و خاطره خیلی از مردم ایران باقی مانده. جزئیات بیشتر از کاوه مشکات. این نوا برای 8 سال موسیقی متن دوران جنگ بود. اسمش را مارش حمله گذاشته بودند. موسیقی که در ادامهش صدای محمود کریمی مجری آن سالهای رادیو خبری از جبهه ها می داد. و یا دکلمه حماسی مذهبی در ستایش جنگ میخواند. ز پای همت ما آفتاب سر ساید، به نام عشق بخوانند انبیا با ما. مارشی که یکی از تهیه کنندگان اصلی رادیو جبهه آن سالها میگوید در زمان جنگ جهانی دوم ساخته شده بود. تو آرشیو مشغول شده و همه شروع کردیم به گشتن، از مارشای خارجی استفاده کردیم، مارشای جنگ جهانی دوم. اما این قطعه به گفته آهنگسازش در دهه 30 ساخته شد و پس از آن دسته های موزیک نظامی بارها آن را در مراسم مختلف اجرا کرده بودند. زمانی که ایران، پاکستان، انگلستان و ترکیه جزء پیمان سنتو بودن، قرار شد که اینها یه مارشای بسازن تو کشورها که وقتی میخوان جمع بشن بتونن از اون مارشا استفاده کنن. در نتیجه بنده 11 تا مارش ساختم که هر 11 تاش قبول شد، از جمله یکی هم همین مارش شهریار بود. نوت مارش شهریار پس از انقلاب ایران با اسم حمزه 21 بین نوازندگان دسته های موزیک دست به دست می شد. به گفته یک از مدیران وقت رادیو، این نوت مدت ها پس از آغاز جنگ به دست آنها می رسد و اسمش می شود مارش وحدت. در زمانی که جنگ بود مرتب میذاشتم و پخش میکردن برای تهییج جنگجویان رشید ایرانی و بعد این مارش دیگه در مواقع حمله مرتب نواخته میشد، از جمله یکم مارش فتح خرمشهر بود. خرمشهر شهر خون آزاد شد. من سهمم این بود که این مارش رو بسازم و قبلا ساخته بودم، اینها استفاده کردم. احساس غرور کردم که بالاخره تونستم یه قدم بردارم، ولی من از جنگ خوشم نمیاد، از زد و خورد خوشم نمیاد. از این نظر من هیچ
احساس خوشحالی نمی کردم که در جنگ نواخته می شه. شروع جنگ موسیقی مانند خیلی چیزهای دیگر وضعیت بلا تکلیفی داشت. موسیقی نظامی ایران ابزار لازم را برای تولید موسیقی رزمی و حماسی نداشت. همین موضوع باعث شد مانند دوران انقلاب آثاری با استفاده از گروه کر ساخته شود. جنگ اتفاق افتاد، خیلی سریعا بعدش در واقع مرکز سرود و فرهنگ‌های انقلابی یک با کمک از گروه ارکستر سمفونی تهران قطعات خیلی حماسی ساخت. توی این 8 سال جنگ اتفاقی که افتاد مشخص شد در پخش کارهایی که صدا سیما میکرد، اولا این چه نوع انقلابیه، این خیلی انعکاس پیدا کرد در نوع موسیقی، در کلماتی که استفاده میشد، در روح اون موسیقی. حالا چه نوع واقعا انقلاب، اون قضیه خیلی مهم بودش و خیلی استفاده زیادی از المان‌های به خصوص مثل کور، مثل مارش، مثل نوه خونی. می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان. همچنان موسیقی چاوش که در جریان انقلاب در متن جامعه بود، کم کم بعد از حذف گروه‌های مخالف سیاسی به حاشیه رفت. کاروان شهید با صدای شهرام ناظری یکی از آخرین کارهای چاوش است که مضمونی اجتماعی سیاسی دارد. واقعا میشه گفتش که توجه زیادی بهشون نشد بعد از انقلاب و در زمان جنگ، و این ربط داشت به این قضیه که خب یه گروه، یه کادر خیلی به خصوصی اومده بودن سر کار که داشتن تعیین میکردن که این در واقع چه نوع انقلابیه و چطوری این انقلاب انعکاس بشه توی سرودها و موسیقی اون موقع که از صدا سیما پخش میشد. و در هر صورت بالاخره یه برچسبایی روی این گروه چاوش میذاشتن در قطعات، در مرحله های مختلف، حالا چه چپی چه این چه اون، که در واقع بهشون راه ندادن که بتونن یه بخش عظیمی رو از این موسیقی به خصوصا در اتفاقات جنگ بازی بکنن. بس که برادرا بعضش روزن، بابا جواب بدید یواش. البته همه نیستن، نار نخوردیم الان میده برو ساید یه نار بخوریم، یکم محکمتر جواب بدید. دست یواش میره گردن کش، همشه مثل که حال نیست. درگیر بودن در جنگی که حکومت با آن انگیزه های مذهبی داده بود، نیاز به نوع دیگری از موسیقی داشت. اسطوره های مذهبی بیش از هر زمان دیگری در جامعه تکثیر پیدا کردند. کریبلا کریبلا منزل عشاق خدا می باشد، کریبلا کریبلا منزل عشاق خدا می باشد. نوحه خوانی که ریشه در عزاداری امام سوم شیعیان دارد، در این دوران شکل دیگری به خود گرفت. این شکل از مرثیه خوانی مذهبی که تا قبل از جنگ در مساجد و تکیه ها اجرا می شد، تبدیل به ابزاری مهم برای برانگیختن سربازان شد. یکی از معروف ترین چهره های این سبک صادق آهنگران بود.
رئیس لشکر صاحب زمان نوحه‌ای بود که شهرت زیادی در آن زمان پیدا کرد و بارها در زمان جنگ از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. نوه خانیایی که اتفاق میافتاد و هنوزم اتفاق میافته هیچ وقت از درون یه جعبه سیاه نمیان. اینا همشون ریشه دارن توی ملودی‌های محلی، توی موسیقی‌های محلی در ایران که بالاخره خیلیشون هم ریشه‌های مذهبی دارن یا ریشه‌های فولکلور دارن و مداحان همیشه استفاده کردن از این ملودی‌ها. به خاطر همین الان وقتی مثلا می‌بینیم که مداحان جمهوری اسلامی از ملودی‌های هایده استفاده می‌کنن، خیلی جای تعجبی نداره، چون اینا همیشه بالاخره دسترسی، یعنی دست می‌یابن به ملودی‌ها و آهنگایی که بین مردم ایران محبوب هست و مردم باشون خاطره دارن. محمد نبودی یکی از آن کارها بود، قطعه‌ای با فضای نوستالژیک. شعرش به یاد محمد جهان‌آرا، یکی از سرداران جنگ که زاده خرمشهر بود، سروده شد. غلامعلی کویتی پور هم با استفاده از یکی از ملودی‌های عزاداری بوشهری آن را خواند. اما پیش از او جهانبخش کردی‌زاده معروف به بخشو نوحه سرای بوشهری از این ریتم استفاده کرده بود. موسیقی دوران جنگ ایران و عراق برگرفته از شرایط سیاسی و اجتماعی آن روزها بود و ابزاری در خدمت تبلیغات جنگ. اما کارهایی که در این دوره ساخته شد هر کدام به نحوی روی موسیقی پس از آن تأثیر گذاشت و برای نسل جنگ روایتگر خاطره های تلخ شد. کاوه مشکات، بی بی سی. نه سینمایی وجود دارد و نه سالن نمایشی، اما در یکی از کمپ‌های آوارگان در شمال سوریه یک فستیوال بین‌المللی با نمایش بیش از 50 فیلم از یک هفته پیش شروع شده. 13 فیلم ایرانی در این جشنواره حضور دارند. با وجود آوارگی و مشکلات، هنرمندان شهر افرین در کمپ شهبا این جشنواره را برگزار کردند. جزئیات بیشتر از جیار گل. اکران فیلم در مناطق جنگ زده سوریه برای جنگ زدگانی که سالهاست در اردوگاه زندگی میکنند. لیلون تگولک نابه گلستان. جشنواره لیلون اولین جشنواره فیلم در این نوع توسط هنرمندان کرد آواری شهر افرین هفته گذشته آغاز شد. این جشنواره در روز جهانی صلح با نمایش و موسیقی در کمپ آوارگان اش‌شهبا در شمال سوریه شروع به کار کرد. 58 فیلم منتخب در طول یک هفته در اردوگاه آوارگان اکران خواهند شد. فستیوال لیلون از سوی هنرمندان جوانی برگزار می شود که میهنشان مورد تاخت و تاز و اشغالگری قرار گرفته، اما همچنان امیدوارانه و با تعهد به آرمانهای بالای هنر و جامعه و علی‌رغم آوارگی و حضور در کمپ آوارگان از پای ننشستند. 13 فیلم بلند و کوتاه از ایران به این جشنواره فرستاده شده است. نرگس مست به کارگردانی جلال الدین دوری و ماهی سفید به کارگردانی قربان نجفی از جمله این فیلم ها هستند. ساکنان کمپ اش‌شهبا اکثراً از آوارگان کرد مناطقی هستند که در 3 سال گذشته توسط اسلامگرایان مورد حمایت ترکیه اشغال شدند.
این مناطق پیش از تصرف مراکز هنری و فرهنگی فعالی داشتند و زنان در این مراکز فعال بودند. من از برگزاری این جشنواره در کمپ خیلی خوشحالم. فرهنگ‌های مختلف نمایش داده می‌شود. من نمی‌خواهم اینجا باشم. می‌خواهم به خانه اجدادیمان در افریم برگردم. پس از اشغال شهرهای کردنشین افرین و سرکانی توسط اسلامگرایان مورد حمایت ترکیه، مراکز هنری بسته شدند. فعالیت زنان محدود شد. مردم روژاوا، به خصوص مردم افرین، سالهاست در مقابل ظلمهای ترکیه و گروههای نیابتیش مقاومت می کنند. با این جشنواره می خواهند داستانشان را بازگو کنند. در مقابل ظلم و افسردگی، تنها راه بقا مقاومت است. جشنواره لیلون در اردوگاهی برگزار می شود که در یک سو در محاصره نیروهای وابسته به ترکیه است و سوی دیگر نیروهای بشار اسد. داستان بسیاری از فیلم‌های این جشنواره درباره جنگ و نقض حقوق بشر است. داستانی که ساکنان این کمپ‌ها با گوشت، پوست و استخوانشان تجربه کردند. ژیورگول، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.